بر شما عزیزانم مطمئنم بعد از این پرستش عالی سلامتی بیشتر بر شما قرار گرفته هم تو خوش اومد میگم به بردکاوی عزیز و نازی عزیز که امروز ما رو مستفیز کردن و همینطور سلامتی بر شما عزیزانم که از هر طرقی به ما پیوستیم و همراه ما هستیم و حقیقتا چه عزیزانی که اینجا هستن چه عزیزانی که از یوتیوب دارن ما رو نگاه میکنم میخوام شکرگزاری کنم برای وجودتون که آگاهانه امروز انتخاب کردین پیش قدم های ایسا بیاین و کلام او رو بشنوین آمین و ایمان دارم که سمره انتخاب خودتون رو نیکو دریافت خواهیم کرد هرچند که این روزها خیلی عمیق دارم تجربه میکنم که حتی انتخاب ما از سوی خداست یعنی هیچ چیزی ما از خودمون نداریم عزیزان همه چیز از اوست از سوی اوست که به سوی ما میاد حتی جاهایی که فکر میکنیم انتخاب میکنیم ما انتخاب او رو در واقع انتخاب میکنیم این فیض روح القدسه آمین, آمین. عزیزان در زمانهای گذشته نمادگرایی بسیار رواج داشت به خصوص در ابتدای شکلگیری تمدن ها و اون شروع و آغاز شعر و شاعری انسان خیلی تمایل داشت که رو در قالب نمادها و سمبول‌ها ها بیان کنه در اون زمان و همین زمان هم همینطور هر چیزی برای خودش یک نمادی داشت یک سمبولی داشت که نماینده یک چیز حقیقی بود سمبول‌ها ها و نمادها ها در هر زمان عزیزان از اهمیت خاصی برخورداره چون انسانو یه جوری در کشف رمز و رازها تحریک میکنه به تحرک با میداره اشتیاق بهش میده و همینطور از خشکی مفاهیم سخت یه جوری میکا... میکاهه جلوگیری میکنه خدا هم همینطور برای درک بهتر مطالبی که عمیق روحانیه، حقایق روحانی خیلی در کلامش از نمادها و سمبلها بهره میگیره و وقتی روح القدس این حقایق الهی رو عزیزان در قالب نمادها سمبلها تشبیهات مثالها بیان میکنه خیلی مجذوب کننده و محصور کننده است ولی نکته ای که حائز اهمیت اینه که همه چیزها به نمادها و سمبول ها ختم نمیشه بلکه خداوند میخواد از ورای تمامی این چیزهایی که داره به کار میبره که ما حقایق عمیقش رو درک کنیم به یاری روح القدس ما به خزاین مخفی کلام خدا دستیابی پیدا کنیم آمین ما امروز میخوایم در مورد دروازه های اورشلیم و مفاهیم روحانی که در اون هست بشنویم با هم دیگه آمادگی دارین کمر دلهای خودتون رو بستی زن؟ در کلام خدا دروازه های در ورای اون حقایق ظاهری که داشت هم تو کاربردهای های عملی هم داشت اورشلیم شهر بزرگی بود و هست و به دلیل قرار گرفتن اون در، از نظر جغرافیایی در، مسیر جاده‌های متعدد، برای همین به دروازه‌های خیلی زیادی احتیاج داشت. و این دروازه‌ها، بعضیش چوبی بودن، از چوب بودن، بعضی‌اش از سنگ بودن، و زخامت این دروازه‌ها انقدر زیاد بود که سروازان بتونن روی اون چیکار کنن؟ دیدبانی بدن. در زمان جنگ یه طوری این دروازه ها و دیدبان ها کمک میکردن که شهر از حملات دشمن حفظ بشه. در زمان صلح هم به داد و ستد و رونق تجارت قوم خدا خیلی کمک میکرد. و در زمان های این مکان مکان مشورت قوم خدا با بزرگان و ریش سفیدان بود. در هیچ کتابی به اندازه این نهیمیا راجع به دروازه های اورشلیم صحبت نکرده که کاربرد عملی زمان خودش رو داشت فقط من یه اشاره میکنم مثلا دروازه آب دروازه اسب دروازه گوسفند دروازه خاکروبه دروازه ماهی مثلا دروازه گوسفند برای این بود که گوسفندای قربانی رو از اونجا عبور بدن دروازه ماهی برای این بود که اونجا به فروش ماهی ها بپردازند اما از این یه مثال بود چیزی که خیلی مهمه خدا یک پیام روحانی در مورد دروازه ها چه برای آن زمان ما چه برای امروز ما داره که مزمور 87 آیه 2 چقدر زیبا اینو بیان کرده خداوند دروازه های اورشلیم رو سیحون رو دوست دارد بیشتر از مسکنهای یعقوب بیشتر از معبد خانه خودش خداوند دروازه های اورشلیم رو دوست داره بیشتر از شهر مقدس خودش اورشلیم اشارات زیادی در مورد دروازه ها در کلام خدا گفته شده همینطور در مورد دیوارها هم همینطور ولی برای اینکه به اون نقطه مرکزی برسیم اولین چیزی که اهمیت داره ما فرق بین دیوار و دروازه رو متوجه بشیم دیوار چیکار میکنه از رفت آمد افراد جلوگیری میکنه درسته یه مانع است ولی دروازه از دو جهت باز میشه باز و بسته میشه یعنی تو میتونی تصمیم بگیری که داخل بشی یا انتخاب کنی که خارج بشی پس یک دروازه عزیزان به معنی اینه که تو فقط انتخاب نمی کنی که داخل بشی بلکه میتونی انتخاب کنی که خارج بشی درست برعکس دیوار و خداوند میفرماید در مزمور 87 من دروازه ها رو دوست دارم من انتخاب ها رو دوست دارم مردمی هستن که منو انتخاب میکنن از در و دروازه ها عبور میکنن امانه ها عبور میکنن و وارد مسکن های من میشن وارد شهر مقدس من کلیسا میشن و این افراد نباید منو با پرستش شادمانه و اطاعتی مشتاقانه جلال بدن اونا نباید اونا نباید متمرکز من بشن بلکه اونا انتخاب کردن آمین که منو پرستش کنن اونا انتخاب کردن که خدمتی متحدانه با جان و دل به من داشته باشند. و من این انتخاب رو دوست دارم خداوند دروازه ها رو دوست داره زیادتر از معبد و شهر مقدس خودش خداوند انتخاب های ما رو دوست داره وقتی آدم و هوا رو خلق کرد اونها رو در باغ عدن گذاشت، نیست؟ و درخت نیکوبت رو در باغ قرار داد تا در دسترس آدم و هوا باشه که اونا آزادانه انتخاب کنن که آیا فرمان خداوند اطاعت میکنن یا نه؟ خداوند میتونست درخت رو پشت یک دیوار بذاره، نیست؟ و دو تا فرشته محافظ جلوش بذاره که غیر قابل دسترس باشه ولی خدا عزیزان این حقیقت رو دوست داره که تو آزادانه انتخاب کنی و اون دروازه انتخاب توست خدا خوشنوده عزیزان که امروز تو با رقبت اینجا هستی نه اجبار و تو میتونستی انتخاب کنی جای دیگه باشی مکان دیگه ای باشی با خانواده با جای دیگه تفری داشته باشی نیست ولی امروز اینجا هستی عزیزانی که دارین همراهی میکنی با تمرکز دارین گوش میدین با انتظار مقدس اینجا اومدین و خدا این انتخاب ما رو دوست داره آمین تصنیه باب 11 آیه 26 میگه امروز من برکت و لعنت رو پیش تو گذاشتم پیش روی تو گذاشتم فقط تو انتخاب کن برکت رو از ما مثل فرشته ها نیستیم که الزام به ستایش و خدمت خداوند داشته باشیم ما مثل ماشین ها و ربات ها نیستیم که برنامه ریزی شده باشیم که کاری رو انجام بدیم بلکه ما اشرف مخلوقات خداوند شاهکار خداوند به ما توانایی انتخاب داده شده و این انتخاب شخصیت ما رو آینده ما رو سرنوشت ما رو و ابدیت ما رو در آسمان میسازه. آمین و خداوند اینو دوست داره مخصوصا زمان هایی که داخل سختی ها میشی مشکلات از هر سو به تو حمله میکنه هجوم میاره ولی تو انتخاب میکنی به سوی خدا بدوی با اینکه فکر میکنی خدا تو رو فراموش کرده و مدت ها پنبه تو گوشش کرده و دعای تو رو نمیشنوه ولی تو میدوی به سوی او تا اعلام کنی که خداوند فوق از فکر و تصور ما نیکوست و رحمت او تا عبد است داستان عالی در کتاب اعداد باب 35 وجود داره. از آیه 6 یه خلاصه بهتون میگم. امیدوارم مشتاق باشین که خودتون شخصا مطالعه کنید. خداوند تعیین میکنه وقتی عصبات اسرائیل وارد کنعان شدن از هر چهر و هر شهری که به لاویان تعلق میگیره شش شهر اون در مکانهای مختلف اورشلیم به شهر ملجا به شهر پناگاه برای کی؟ برای قاتلان عزیزان قاتلان تعیین بشه یعنی اگر کسی صحفن کسی رو میکشه صحفن یعنی از روی قرض نیست از روی بغز نیست بدون اداوت ناقافلی یه سنگی رو پرت میکنه یه تیر رو میزنه میخوره به یه نفر نیست و اون شخص میمیره ولی قاتل این امکان رو داشته باشه که به شهر پناگاه فرار کنه چرا؟ چون قانون در شریعت این بود که جان به عوض جان خون به عوض خون اگر خونی ریخته میشه هیچ فدیه هیچ فدیه به عوض جان قاتل قابل قبول نیست که البته باید کشته شود و قاتل میتونه ولی مقتول میتونه و اجازه داره قاتل رو تعاقب کنه و او رو بکشه این حقشه نیست ما میگیم ولی دم ولی عزیزا خدایی که در رحمانیت بی همتا و دولتمنده شهرهای پناگاه تعیین میکنه تا خونخواه تا اون ولی مقتول به او صدمه نزنه و جان او در امنیت بمونه یعنی کسی که انتخاب میکنه از دروازه های شهر ملجا شهر پناگا عبور کنه یعنی به زبان ما متحسن بشه نیست؟ هیچ کس هیچ کس حتی خونخواه ولی خون نمیتونه به او صدمه بزنه او در اون شهر از محکومیت از از هرس از نگرانی از اون روحی که دائما دیدین روی انسانه روح محکومیت الان چیکار کردم نمیدونم چیکار کرده از تمام اینا رهایی پیدا میکنه چون او انتخاب کرده که از دروازه شهر پناگاه عبور کنه وقتی به اینجا رسیدم هیچ جا مثل مزمور 91 با قلب من صحبت نکرد آیه میگه زیرا که البته این پس و پیش نوشته شده این درستش رو من میخونم میگه زیرا که او تو را از دام سیاد عزیزان از دام خونخواه خواهد رهانید و به پرهای خود خود را تو را خواهد پوشانید و تو زیر سایه بالهاش پناه خواهی گرفت اصلا چه تصویر سمبولیک زیباییه نیست؟ از یه شخصی نمیدونم تجربه کردین نجات یافتگان کسایی که وارد شهر پناهگاه شدین وارد ایسای مسیح خداوند شدین به اون ایمان رو شخصی که به ایسای مسیح خداوند پناه میاره و نجات رو دریافت میکنه این حس و حالشه در انجیل یوحنا خداوند میفرماید من در هستم هر که از من داخل گردد، هر که از من داخل گردن نجات یابد دوز نمی آید خونخواه نمی آید مگر اینکه بکشد نابود کند هلاک کند اما من آمدم من آن شهر پناگاه هستم من آمدم تا هر کی که, که در اون وارد بشه حیات بیابه و آن را زیادتر دریافت کنه از عیسی مسیح خداوند برای همیشه از میان بدن پاره شده خودش روی صلیب از میان اون جسم در خون خودش یک شکافی در بدن خودش ایجاد کرده که ما وقتی در اون نجات انگار در اون شکاف اون شکاف صخره وارد میشیم غزل غزل خیلی زیبا به این اشاره کرده و آرامی میابیم مزمور 91 آیه یک میگه کسی که در مخفیگاه سر یعنی مخفیگاه خدا قرار میگیره زیر سایه قادر مطلق ساکن خواهد شد درباره خداوند میگوید که او پناهگاه من است خدای من که بر او توکل دارم وقتی از دروازه نجات وقتی از دروازه تنگ نجات عبور میکنی عزیزان دیگه مهم نیست که چیکار کردی تو در ایمنی هستی در امنیت هستی هیچ اسلحه‌ای به ضد تو نمیتونه کار کنه اقتدار دشمن در شهر پناگاه روی تو کاربرد نداره وقتی تو به سوی مرکز دعا وقتی به سوی پرستش میای وقتی خود تو در معرض کلام خدا قرار میگی یه جوری در حفاظت الهی قرار میگیری من نمیگم کسی که میاد نجات پیدا میکنه قدیس میشه در همین شهر پناگاه چقدر اشتباه ها و خطاها ها بیشتر خطا و گناه کردم فقط اون ریشه برداشته شده برای همین من این تواناییش رو دارم که فیض او رو با توبه و اعتراف دریافت کنم و دوباره در این شهر پناگاه ساکن بشم آمین اما عزیزا اینجا یه اما آذربایجانی داره که من عاشقشم که بلدم نیستم بگم یه مشکل حاد وجود داره اینجا که تو میتونی از این دروازه همچون که اومدی دوباره خارج شی و به زندگی گذشته خودت برگردی نیست؟ آمین که در نام قدوس ایسای مسیح خداوند نه فقط وارد بشیم بلکه خداوند دلی ثابت برای ماندن در او به تک تک ما بده گفتم همه چیز از اوست از سوی اوست که به سمت ما میاد آمین که در او ساکن بشیم تا دور خود رو، دور خود رو به کمال برسانیم تو نیاز نداری در شهر مرجاب کمال رفتار کنی اشتباه نکنی ولی مهم اینه عزیزان که با عزمی راسخ در هر شرایطی در او بمانی امین اشعیا باب 26 چقدر زیبا اینو میگه میگه ما را شهری قوی است که دیوارها و حصار آن نجات است دروازه ها را بگشایید تا امت عادل امتی که امانت رو نگه میدارن امت عادل نیست کسی که با خون عیسی عادل شمرده شده و نه فقط عادل شمرده شده بلکه امانت رو نگه میداره اونا داخل شن دل ثابت رو در سلامتی کامل نگاه خواهی داشت زیرا که بر تو توکل دارد ای خداوند تو کسانی که دلی ثابت و عزمی راسخ برای ماندن در تو دارن برای ماندن در تو دارن ایسای مسیح ای مل جای جان ما ای شهر پناگاه ما تو اونا رو وعده دادی که در دا امنیت نگاه خواهی داشت نمیدونم چه حسی داری من الان میخوام خب تمام وجودم برای اینکه تشکر کنم از او دست بزنم. عزیزان دست بزنیم. برای خداوند ما با دست دادن او رو پرستش کنیم. شک گذاری کنیم. هللویا. اما دروازه دیگه ای هم وجود داره عزیزان. اسمش دروازه جهنمه. نیست؟ حتی به روی جهنم دروازه ای هست. ایسای مسیح اشاره کردی که من از کلیسای خودم رو بنا میکنم کنم دروازه های شریر بر او استیلا نخواهند یافت حتی به روی جهنم دروازه گذاشته شده یعنی اگه مردمی به سوی جهنم یعنی انتخاب خودشونه آمین و اساس محبت خدا نیست و هرگز نبوده چون جهنم برای انسان ساخته نشده بلکه برای فرشته های تاریکی و سقوط کرده ولی متاسفانه عزیزان وقتی تو بارها و بارها گوش تو به روی پیام نجات بخش انجیل میبندی و از کنار مرگ و قیام او بی تفاوت عبور میکنی تو داری به طرف جهنم حرکت میکنی اینو با تاسف قلبی دارم میگم و جهنم نه دیگه آب جوشه نه سیخه نه میخه نه نمیدونم ماره که بیاد گاز بگیره اینا نیست عزیزان بلکه یک وضعیت وحشتناکه که هرگز تمومی نداره جایی که هیچ امیدی وجود نداره دوری ابدی از خدا در کتاب کمدی الهی دانته به نام دوسخ من فکر میکنم حق مطلب رو در این قسمت او خیلی خوب بیان کرده در کتاب دوزخ و بهش میگه ای دوزخیان ای همه شمایی که به اینجا وارد شدین امید رو ترک کنید هیچ امیدی وجود نداره هیچ شانس دوباره ای عزیزان وجود نداره هیچ تناسخی وجود نداره که تو در جسم دیگه دوباره به این جهان بیای و گروه دیگه ای هستن که بر این باورن که عیسی و انجیل نجات بخش و برای انسان های مطرود، جانی، بدخواه، زانی، گناهکاره. ولی من که، من که نه، من پابند اخلاقیات هستم. من که پر از اعمال حسنه هستم. دائم دارم خیرات و صدقات میدم من که بی آزارم آزارم به این مورچه نرسیده من نیازی به نجات ندارم چون خواهناخوا مطمئن هستم با اعمال نیکویی که انجام میدم وارد جهنم نخواهم شد این افراد بر این عقیدن و کلام خداوند میفرماید یکی عادل نیست یکی هم نه تمام اعمال عادله ما مثل یک لطه ملوث و مملو از کسیفیه در حضور خداوند چرا که پولس میگه زیرا محض فیض نجات یافتیم به وسیله ای ایمان عزیزان به وسیله ای ایمان و این بخشش خداست نه از اعمال ما در افسوسیان باب دو آیه فکر کنم هشته تا هیچ کس تا هیچ کس که دوچار عادل پنداری شده در حضور خداوند فخر نکنه همونقدر که یک زن بدکار به نجات احتیاج داره عزیزان یک کودک به ظاهر معصوم هم به نجات احتیاج داره همه گناه کردن و جلال خدا قاصر شدن از آسمون برای معصومی نیست بلکه برای افرادی که به خون عیسی مسیح بخشیده شدن هیچ یک از ما با شایستگی خودمون وارد دروازه نجات نمیشیم و از جهنم محفوظ نمیمونیم بلکه با خون نجات بخش ایسای مسیح خداوند بازم کلام خدا اینو بیان میکنه در اعمال باب چهار آیه دوازده میگه در هیچ کس غیر از اون نجات نیست عزیزانی که همراه ما هستن زیرا اسمی دیگر زیر این آسمان به مردم عطا نشده که به واسطه اون نجات بیابند هیچ پیامبری بعد از عیسی نخواهد آمد هیچ نجات دهنده بعد از عیسی نخواهد آمد یک راه هست. یک راه یک در یک قربانی عزیزان یک خدا وجود داره که در اون نجات هست عیسی مسیح خداوند و گروه سوم افرادی هستن که میگم ما عیسی رو دوست داریم آرامش میابیم انجیل واقعا حقیقت داره آدماش خوبن اما الان زمانش نرسیده زبانم خوب یاد بگیرم شغلمو و زندگیمو و سر و سامون بدم بعد راجع به ایسا فکر میکنم عزیزان باز هم با تاسف قلبی دارم میگم توی که مرتب به تعویق میندازی و این پیام رو رد میکنی احتمالا به نقطه خواهی رسید که نقطه بدون بازگشته چرا که بارها و بارها میشنوی و رد میکنی و به نقطه میرسی که حس الزام روح القدس رو از دست میدی تو فکر میکنی که یه روز ایمان میاری ولی ممکنه که اون روز هرگز نرسه چون کلام خدا در دوم قرنتیان باب شش آیه دو میگه اکنون روز نجات هست امروز روز نجات هست امروز روز تفقد تو است که داریم این پیام رو میشنوی عزیزان پایان خیلی سری داره میگذره جهان کنونی ما در حال متلاشی شدنه دیگه احتیاج نیست بگم داریم میشنویم عیسی به زودی میآید و خدا در محبت این کار نپذیرش عزیزان هرگز نمیخواد جان حتی یک نفر شریر به جهنم بره و نجات نیابه خوشا به حال آنانی که الان به قول خواهرم فاطمه میشنوند خوشا به حال آنهایی که میشنوند خوشا به حال آنهایی که رختای خود رو به خون بره شستند خوشا به حال آنانی که به درخت حیات اقتدا کردند آنانن که به دروازه نجات داخل خواهند شد اینو مکاشفه باب 22 میگه امروز آمین که بشنوی و قلب خود تو به خداوند بسپاری نه برای آنچه که تو انجام دادی برای آنچه که خداوند از دو هزار سال پیش از ازل برای تو مهیا کرده باشه که امروز از دروازه نجات عبور کنی و در شهر پناگاه مسکن بگزینی آمین و این انتخاب توست و خدا این انتخاب سرنوشت ساز تو رو دوست داره دروازه دیگه ای وجود داره به نام دروازه آسمان از خدا برای آسمان دروازه داره هیچ کس اتفاقی وارد آسمان نخواهد شد یخته به قول پاسور همه راها به آسمان خدا منتهی نخواهد شد این یک دروغ عزیزان که از دل جهنم وارد شده آمین که هر کی میشنوه در نام قدوس عیسی مسیح ذهنهای او باز تا این حقیقت کلام خدا قلب او رو نمس کنه چون وقتی تو وارد دروازه نجات میشی آنگاه تضمین شده اگر بمانی وارد دروازه آسمان میشی ابدیت تو تضمین خواهد شد و مزمور 118 آیه 19 تا 21 میگه دروازه های عدالت رو دروازه های آسمان رو برای من بکشایید چه دعای قشنگی نیست تا به آنها داخل شده یا را هم خواهم هم گفت دروازه خداوند این است عادلان به دان داخل خواهند شد تو را هم میگویم ای خداوند تو را هم میگویم که مرا اجابت کردی وقتی خارج از شهر پناگاه بودم پر از ترس نگرانی حس محکومیت بدخواهی کینه حسادت از این همه گناه نمیدونستم کجا روحم آرامی بیابه عیسی مسیح خداوند بود که با خونش منو شست و منو به شهر پناگاه برد آمین که در این زمانهای آخر هیچ کس جا نمونه آمین آخرین دروازه دروازه حضور خداست عزیز جانهای من تک تک شما باید انتخاب کنید که وارد حضور خدا هر هرچند همه چیز از خداست عزیزان از سوی اوست که به سوی ما میاد هر انتخابی که ما میکنیم احدی نمیتونه به سمت عیسی بیاد مگر اینکه خدای پدر قلب او رو به واسطه روح لمس کنه همجور حضور خدا وقتی وارد حضور خدا میشی این خداست که قلب تو رو مشتاق میکنه و لمس میکنه مزمور صد آیه چهار میگه به دروازه های او با هم بیایید و به صحنای او با تسبیح هر هفته چه در جلسات خانگی چه در جلسات تعلیمی عزیزان من وقتی انتخاب میکنی در هر شرایطی با هم دو ستایش وارد دروازه های خداوند بشی اینقدر حضور خدا در اون شک گذاری در مخصوصا در شرایطی که سخته در شرایطی که در بیابان خوشسالی هستی اینقدر حضور خدا قلب تو رو لمس میکنه که هرگز مثل اون آدم قبلی از کلیسا خارج نخواهی شد چون دستای پرقدرت خدا و حضور مقدس وارد قلب تو زندگی تو میشه مارتین لوتر میگه در خانه هیچ بحانه ای ندارم وقتی پرستش میکنم اونطور که باید حضور خدا رو لمس نمیکنم ولی وقتی در جمع مقدسین هستم انگار یه مداخله الهی میشه که اون یخهایی که در قلبمه که من جدا کرده از آسمون آب میشه زب میشه و من حضور خدا رو تجربه میکنم و وقتی که تو حضور خدا رو تجربه میکنی عزیزا نتایجش اینه که اولین چیزی که تجربه میکنی میدونی ایمان میاری که پشت حتی تمام نداده های او حکمتی هست و وارد یه چرخه میشی وقتی وارد حمد و پرستش میشی به خاطر خداوندی او وارد دروازه های اون میشی با حمد و پرستش به خاطر خداوندی اون نه چیزی رو دریافت کنی همین اشتیاق تو رو وارد صحنای اون میکنه آمین عمیقتر کمی عمیقتر انگار وارد یه خونه میشی صاحب خونه میاد دم در در میزنی وارد اون دروازه در شدی میگه دم در بعد لطفا بفرمایید تو نیست تو وارد صحنای او میشی عزیزان. و هیچ چیزی، یه خوشداری از طرف خداوند، عزیزان، که هیچ چیزی مثل ولرم بودن برای خداوند، ما رو از هم دو ستایش او دور نمیکنه. و در این زمانهای آخر، عزیزان، چیزی که خیلی زیاد شده، قلب‌های سرد، قلب‌هایی که محبت برای خداوند نداره و ولرمه. باشه که جان ما، جان تک تک ما و عزیزانی که میشنون از قویترین میتونم بگم قویترین تیرهای آتشین شریره که مختص این زمانهای آخره که ولر میکنه انسان وقتی به تو اصابت میکنه و اشتیاق نداری برای حضور خدا باشه که قلبهای ما روح جان ما حفظ بشه آمین باشه که این تیرها به قلب و جان ما اصابت نکنه چون من فکر میکنم یعنی ایمان دارم خود تو مکاشفه میگه بدترین حالت ولرم بودن برای خداونده یعنی بالاترین توهینه کفره یعنی خداوند تو انقدر با ارزش نیستی که من برای تو داغ باشم گرم باشم فقط کافیه که من برم و بیام باشه که برای ایسای خداوند کلیسای مقدس بدن عزیز و مجیدش در این زمانها بیدار خوشیار کاملا گرم سرزنده و مشتاق برای او باشند. آمین و سخن پایانی از برای کلیسا چه برای خودم چه برای تک تک ما عزیزان هر روز ما انتخاب هایی داریم و در این زمان‌ها، دنیا بیشتر از هر زمانی انتخاب انتخاب‌های ماست به عنوان یک شخصی که به ایسای مسیح ایمان آورد. و خداوند میگه مرگ و حیات رو هر روز پیش روی تو گذاشتم. ولی دوست دارم تو هر انتخابی که میکنی خدا رو در نظر داشته باشی، تا حیات رو دریافت کنی. آمین. و برای عزیزانی که از دروازه‌های نجات عبور نکردن. عزیزان، دعا میکنم که این پیامی که شنیدین با این پیام خداوند وارد قلبتون بشه چون که ایسا به جای تو به جای تو از جهنم عبور کرد تا امروز تو هرگز نزدیک دروازه های جهنم نشی و وارد دروازه های نجات بشی آمین نه فقط وارد دروازه های نجات بلکه حضور او رو در بین قومش تجربه کنی نه فقط همین بلکه به آسمان خدا بری و یک ابدیت بی انتها با او زندگی کنی و این انتخاب تک تک ماست و خداوند این انتخاب سرنوشت ساز و دوست داره آمین دعا میکنیم چشمای خودمون رو میبندیم و چند لحظه دعا میکنیم ای خداوند شکرت میکنم در کلام مقدست گفتی مزد گناه موته اما بخشش خدا در عیسی مسیح خداوند حیات جاویده میخوام با تمام قلبی که پر از کرنش و پرستش و ستایش توست خداوند به حضور تو بیایم تک تکمون تویی که به فجی وضعیتی جان خودتو بر روی صلیب ریختی تا تک تک ما بخشش خدا اون دروازه نجات اون شهر پناگاه شامل حالمون بشه در امنیت باشیم از طریق مرگ و قیام حیرت انگیز و عجیب تو بود که دروازه های نجات به روی ما باز شد ای خداوند و نه تنها این بلکه حضور تو هر بار میتونه ما رو شفا بده آزادی بده از اون چیزایی که ما رو بسته تک تک ما رو در این دنیا زندگی میکنیم عزیزان و این حضور خداست حضور خدا که قوی ترین چیزه که حتی میتونه درمان بی درمان اون ترد شدگی انسان بشه که از باغ عدم رونده شد چون عیسی اومد عزیزان که حضور خدا رو برای ما بیاره تا ترد شدگی های ما رو ترس های ما رو ناامنی های ما رو به حضور خدا ببره تمام اینها از فیض بی پایان اوست دعا می کنم در نام عیسی مسیح که ایمانی به تک تک ما بده که این حقایق ابدی رو با جان و دلمون تجربه کنیم و هر لحظه هر لحظه برای منجی نیکو و عزیزمون انتخابی راستین و مشتاقانه داشته باشیم در نام عیسی مسیح آمین و آمین